در طرح اسفند و جوشون عوض کن. من پارسال در اولین جلسه نقطه تست اردیبهشت یک آزمونی برگزار کردم، چون بچه ها میگفتن ما 50-60 میزنیم بیایم تو نقطه تست بالای 80 میزنیم. آزمون گرفتیم فقط 503 نفر زیر صفر زدند از اونایی که ادعا میکردن. ها چرا اینجوری بود؟ گفتم سوال کنکور دیگه. و عزیزانی که تو تر اردیبهشت هستند و کم کاری کردند، خواهشمندم در آزمون‌های جامع، چه قلمچی چه سنجش، اگه متوسطن شرکت نکنن در اردیبهشت تا به مرحله‌ای برسن، چون سوالا ترکیبیه. و نکته آخر، پس ما جزوه داریم، نزدیک به 1000 تا تست داریم، آیا نیاز خارج از اینها من تست دیگه بزنم؟ نه. 200 خورده آرایی دارید، 250-60 تا دستور دارید، نزدیک به 300 تا قرابت دارید، لغت و املا دارید، و عقیده من چه صفر باشی چه قوی باشی، همین هایی که من میزنم و با من بررسی کنی کفایت. اگر خواستم بیشتر بزنم دیگه به تو ربط داره، برو کتاب موج آزمون بزن، برو نمیدونم، اون دیگه به تو ربط داره. ولی من به جات باشم میگم آقا من قرار نیست فقط ادبیات بخونم، من درس های دیگه هم دارم، من همینا رو میخونم. منتها سوالاتی که ما تست میزنیم خاطرتون باشه آنالیزه. ما یک بار مجاز رو برمیگردیم، دفعه بعد مجاز و استاره، دفعه بعد مجاز و ایهام و استاره، یعنی هر چی گفتیم اینو برمیگردیم. و در اصل ما 250 تست رو میسیم که 1000 تا تست دادیم، چون همه نکات گزینه‌هاشو چه جواب توش باشه چه نباشه رو بررسی میکنیم. عزیزان من یه بار کنکور میدید، چند تا از دانش آموزای سال قبل به من گفتن استاد شما خیلی تاکید نکردید در نقطه و تست حتما باشید، تو رو به خدا تاکید کنید به بچه ها. عزیزان من اگر 100 هم در کنکور آزمایشی میزنید، به عقیده من نقطه و تست رو از دست نده دیگه، حرف از این واضح تر ندارم. و تا اونجا که در توان ماست و اونایی که بعد مالی مشکل دارن، تخفیف شاملشون شده یا میشه، حتما شما در این جلسه و مخصوصا جلسه بعد وقتی میشینید، حتی اگه عالی باشید، پیام سالهای قبل بچه ها، استاد تازه فهمیدم منی که خوندم اینجوری تا حالا بررسی نکرده بودم، من اصلا بلد نبودم دوم آخر اینجوری بخونم. کمترین حد نقطه تست مرور کل سال، کمترین حد نقطه تست بیان کل سال در فشرده ترین مطالب، کمترین حد نقطه تست، یا کمترین نگیم نکات خاص نقطه تست، آنالیز سوالات کنکور سراسری و مواجه با تست، به چه شکل با تست مواجه بشیم. و دیگه از ثمرات نقطه تست اینه که مراحل به چه شکل در ذهن ما دستبندی بشه. و دیگه از ثمرات نقطه تست اینه که میفهمیم که 8 ماه 9 ماه خونده شده به چه شکل بسته میشه، و اونی که هیچ نخونده به چه شکل میتونه در کوتاه‌ترین مدت نتیجه مطلوب بگیره. پس شما تو هر کدوم از این وادی‌هایی که الان گفتم باشید، نقطه تست بر شما واجب. جزوه رو میتونید به سایت علوی مراجعه کنید، سایت علوی دیجیتال علوی.com نگاه بفرمایید. میتونید از امروز به شکل فیزیکی جزوه رو سفارش بدید، به دو حالتی، سیاه و سفید رنگی. بعضی پیام میدن فرق سیاه و سفید با رنگی چی؟ میگم سیاه و سفید رنگی هیچ فرقی نداره، رنگی یکم صفحهش بازتر و شفافتر و بهتر به چشم میاد، سیاه و سفید بقیه هر کدوم بگیری یکی، سیاه و سفید ارزونتر، رنگی گیر میده. جزوه رو امروز سفارش بدید، طبق گفتار خودشون میگن 48 ساعت، ما میگیم 4 روز. دیگه هم دستت بیاد ایراد نیست، چیزایی هم که امروز گفتم و میتونی فعلا در آفلاین آنچه گفتم رو مرور کنی تا زمانی که جزوه دستت بیاد، کسی که داره کیش. خب استاد ما اگر سوالاتی برامون ایجاد میشه، خب بچه هایی که با ما درس بودن آدرس رو دارن، همه یادداشت کنید، رضا آندرلاین حسینی آندرلاین یکتا آندرلاین، آدرس رضا خط تیره حسینی خط تیره یکتا خط تیره. میتونید در دایرکت پیام بدید، ولی خاطرتون باشه که به علت حجمه زیاد سوال، مثلا دانش آموز الان سوال میپرسه
دستیارا دارن جواب میدن. بعد سوال بعدیش دوباره 4 ساعت بعد جواب داده میشه، بعد ایشون معترض میشه میگه آقا جواب بدید، چرا جواب ندادید؟ چون اینقدر دیگه پیام اومده اینجوری نیست که 5 نفر پیام داده، خارج از این که از بیرون هم کلی پیام میدن. ولی شما هر سوال علمی برات ایجاد بشه جوابشو از دایرکت ما نگرفتی، ما در آفلاین همه اون تستا رو حل کردیم.